آقای دکتر لیمبرگ، در مورد افرادی که بدگمان هستند و اعتماد ندارن به ایران و در داخل امریکا هم همچین چیزی رو ما دیدیم، در کشورهای دیگری هم دیدیم، نظرتون در مورد این کشورها چیست؟ آیا نباید به ایران اطمینان کنن؟ این ریشه عمیقی داره خانم درخشش. سوال خوبیه و خیلی مشکله. اصولا تو مذاکرات خیلی پیش میاد که شما مجبوری با طرفی که نه دوستش داری و نه بهش اعتماد داشته باشی با اون به توافق برسی و اون به مذاکره بکنی. ولی درسته، مثلا خب شاید اولین کاری که بکنن که این ایرانی ها اقدامی که میتونن بکنه که این ذهنیت منفی رو از بین ببرن، مثلا رسیدن به جریان 36 سال پیش، یعنی همون گرفتن سفارت که هنوز هم خودشون سر اون گول میزنن که اصلا قبول نمی کنن که این چقدر کار زشتی بوده. بله. این کار چقدر ضرر آورده برای خودش، ضرر آورده برای مردم خودشون. و تا اون جریان ادامه داره، چون هنوز مثلا وانمود می کنن که اصلا همچین اتفاقی نیفتاد یا مثلا این اتفاق زشت یه چیز مثبتی بوده، خیلی مشکله این ذهنیت منفی رو از بین ببرن. بله، به هر حال این گفتم هم در کنگره امریکا وجود داره که سوال میکنن، زیر سوال بردن که چرا تا به حال کشوری که 36 سال به برخی از شاید تعهدات بین المللیش عمل نکرده چرا باید اعتماد کامل کرد. ممنونم از پاسختون. باز به بخش دیگری میپردازیم. اجازه بدید همین سوال رو هم در اینجا از هانس بلیکس، مهمان برجسته خودمون در سوئد بپرسم. آقای بلیکس در مقام وزیر خارجه سوئد و سپس رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی خدمت کردند. از طریق اسکایپ آقای هانس بلیکس از سوئد به ما میپیوندند. خوش آمدید و خیلی سپاسگزاریم که دعوت ما رو پذیرفتید. حتما. وقتی که مقام‌های ایرانی میگویند برنامه هسته‌ای اونها مطلقاً صلح‌آمیزه، آیا شما اون رو باور می‌کنید؟ Well, I don't think there is anything 100%. هیچ چیز رو 100% قبول نمی‌کنم بدون بازرسی. وقتی ما در اواخر دهه 90 و اوایل دهه 2000 در مورد عراق تحقیق میکردیم 100% مطمئن نبودیم. برای که نمیشه چیز منفی رو حتما ثابت کرد، برای که به بازرسی های مختلفی احتیاج هست و اگه این کارها رو بکنید و چیزی وجود نداشته باشه، وقت واقعا چیزی وجود نداشته بعد از اون بازرسی ها. بله. هفته پیش همکار شما آقای آمانو، مدیر کل کنونی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در یک مصاحبه اختصاصی با ما با بخش فارسی صدای آمریکا گفتند که آژانس باید بتونه با بازرسی‌های سرزده از سادهای ایران راستی آزمایی بکنه. بیدرنگ سازمان انرژی اتمی ایران این پیشنهاد رو رد کرد و رسانه‌ها در ایران نوشتند که چنین بازرسی‌های سرزده غیر قانونی است. اینها قانونی هستند؟ مؤثرند به نظر شما؟ snap inspections are not an expression used in the additional protocol which outlines. مربوط به بازرسی هایی که افزون بر اون پروتکل الحاقی انجام شده و این کارو میتونن بکنن با فقط یک هشدار بسیار کوتاه مدت قبل از اون، ولی اون چه واقعا بازرسی است نمیشه خوند. اینا رو چیزایی است که افزون بر پروتکل و من فکر میکنم که مثلا ایران قبول خواهد کرد نوعی از این بازرسی ها رو. بله، اجازه بدید که همون سوالی رو که از آقای دکتر لیمبرگ پرسیدم از شما هم بپرسم. ایران چگونه میتونه این بدگمانی ها رو مجاب بکنه؟ Well, I think it varies. بعضیا قابل اعتمادن، بعضیا نیست. من فکر کنم پیشینه کار و یا به طور کلی اینه که فکر اینه که برنامه هسته‌ای در واقع به راه انداخت که بیش از اون چه که برای دستیابی به انرژی هسته‌ای غیر نظامی لازمه بوده. اون چه که الان اتفاق میافته اینه که توافق در این مورد باید اینطور باشه که در واقع ایران باید خودشو متحد بکنه به
برنامه‌ای که در واقع ابعادش کمتر باشه و اگه فقط برای تولید انرژی هسته‌ای باشه، بازبینی و نظارت بر اون خیلی آسونه و روی هم رفته آسونه که آدم بفهمه چند تا سانتریفوژ مورد استفاده قرار میگیره. برابر این یک راهی مختلف خواهد بود که بشه این برنامه رو در واقع این برنامه تطبیق بیشتری داشته باشه با اون هدف اعلام شده شون برای تولید انرژی و در نتیجه اون ایجاد اعتماد خواهد کرد. خیلی سپاسگزارم آقای بلیکس از حضورتون در برنامه. امیدوارم که حضور بیشترتون رو در برنامه‌های بخش فارسی صدای آمریکا شاهد باشیم.